از دل صخره های با عظمت و مقام بامیان، شمامه و سلسال ویران شده انوز بامیان باستانی را دیدبانی می کنند و به بازدید کنندگانش خوش آمدید می گویند. بامیان در کنار بودای بزرگ و ویران شدهش که انوز داغ یک دوره سیاه را بیان می کنند، شهر قدیمی و اسرارآمیز به نام غلغله دارد و بندهای آب شگفت انگیز به نام بند امیر. هر یک حکایت دارد و داستان شنیدنی. بر بنیاد آمارهای مقام های محلی بامیان، این همه جاذبه دست در دست هم داده و سالانه پای هزاران تن را به بامیان کشانیده است. بند امیر اولین پارک ملی افغانستان است که در ولایت در کل افغانستان نظیرش نیست. بامیان که بیاید شما واقعا احساس میکنید که اصلا در افغانستان نیست. هم از جوان میشوید. ما دیروز که تالا آمدیم همین بچه های کوچیک شاداب شدن. ماشاءالله امن هستن، تمیز هستن، ساحات تفریحی زیادی دارن. هر گردشگر و بازدید کننده نیز با دیدن بامیان برای نخستین بار برنامه سفر دوباره به این ولایت را تر میکنند و دل به حکایت های شنیده ناشده بامیان بیشتر میبندند. دره آینگران بسیار یک دره خوب است که دره بلند است و دره بسیار قشنگ است، سرسبز است که یک منطقش در کالو تکیه داره و یک در منطقش در کوی بابا و دیگهش در جوزری. بامیان هم برای گردشگرانی که در پی کشف داستانهای کمتر شنیده شده تاریخند، مکانهای باستانی فراوان چون مجسمهای تخریب شده بودا، شرهای غلغله و زهاک، قلعه کافره دره غمی دارد و هم برای آنانی که در دل طبیعت به دنبال آرامشند، مکان های چون شای فولادی، دره آجر، آینگران و بند نیلگون امیر دارد. از جمله بند امیر، دره فولادی، دره قازان، سوماره، آهنگران و ده ها ساحاتی که فوق العاده زیبا هستند و در جذب گردشگران تأثیر بسزایی دارند. هرچند ناامنی مسیر بامیان و نداشتن پرواز به این ولایت به صنعت گردشگری زیان زیاد رسانیده است، اما عشق و علاقه‌ای که به دیدار شگفتی این ولایت در دل شهروندان داخلی و خارجی است، اجگاهی نتانسته پای عاشق را از کوی معشوق بگیرد. نقش زنان افغانستان یکی از مؤلفه های مهم و تاثیرگذار در فرهنگ و تمدن این کشور به شمار می آیند. اما باز هم زنان با مشکلات زیاد روبرو می باشد. یکی از مشکلات زنان کمبود دکتران زن است که نمی تواند مشکلات خود را به دکتران مرد راحت بیان نمایند. ولایت بامیان یک ولایت هستند که دکترهای مرد زیاد هستند، دکترهای زن کم هستند و مشکلات مریضان زیاد هستند. وقتی یک خانوم مریض میشه مشکلات زنانهایی دارند، با یک دکتر مرد راحت تر صحبت کردن میتونه. اگه زن باشند دکتر زن بهتر میتونه صحبت کنند، راحت تر مشکلات راجع کنند. در بعضی مناطق دوردست که دکتر زن وجود ندارد، خانمانی که مریض می شود با دکتر مراجعه نمی کند، حتی باعث مرگ و میر آنها می شود. دکتران مرد می گوید بیشتر مریضان را خانمان و اطفال تشکیل می دهد. گاهی اوقات مریضان زن مراجعه می کند که می بیند دکتر زن وجود ندارد، بدون ابراز درد و مشکل خود دوباره برمی گردد. از این لحاظ چون زن ها زیادتر گفته نمیتوند، چند بار زن آمده قابل ما نبوده اما مشکل خود گفته نتونست رفت. زن ها ایج وقت مشکلات های خود در مرد ها گفته نمیتوند، باید یک دکتر زن باشه و زن ها راحت تر حرف بزنند، راحت تر درد خود گفته بیتنه و او اصل درد داده بشه. و خیلی وقت مریض های ام است که رفته ده ها دفعه پیش دکتر رفته ولی ایچی به دکتر گفته نتونست دکتر مردانه. بعضی مریضان زن می گوید که آنها اجازه فامیلی ندارد که تا به دکتر مرد مراجعه کند و از دولت می خواهد که دکتران زن را در شفاخانه ها و مطب ها افزایش دهد. با مریضان خیلی برخورد بد می کنه، قسمی برخورد می کنه که فقط بگه اینا رایگان کار می کنه، فقط بگه که اینا بزور اینجا یک کس کش کده اینا را آورده. دیگه خیلی برخوردشان بده و بعد از این که باید دولت و خود مردم کوشش کنه دکترای زن ارتفاع ظرفیت به زن ها آموزش بده تا زن ها ایش وقت پیش مردم مشکلات خود گفتن نمیتونه. وقتی بعد مشکلات اصلا مردم گفتن نمیشه،
دکتر زن که باشه زن راحت مشکلات رو گفته میتونه پیش زن مراجعه دکتر زن مراجعه کنه خیلی خوب راحت هستن. برای راه حل این مشکل دکترانی مرد میگوید که باید در شبخانه ها و مطب ها دکترانی زن افزایش یابد. یا در نبوده دکتران زن خانمان مریض که دردشان را به دکتران گفتن نمی تواند باید دردشان را به نرس زن یا یکی از پرسنل زن در شفاخانه بگوید تا آنها به دکتر بیان نمایند. اینستیتوت که چند تا در ولایت بامیان داریم زیادتر باید کارهایشان قابله و نرس و یار تربیه کنند، فارغین از طبقی و ناس داشته باشند. شفاخانه شخصی، کلینیک های شخصی، دواخانه شخصی یا دولتی که هستن شاید باید جلب جذب شون، شاید زیادتر از طبقی اوناس باشن تا مشکلی خانمایی که در اطراف زندگی میکنن حل شه. این محل به نام بازارچه تایتانیک یاد میشود که در داخل شهر ولایت بامیان موقعیت دارد و یکی از گروبارترین مکان خرید فروش در این ولایت میباشد. در این بازارچه تمام امکانات پیدا می شود، از داروهای یونانی گرفته تا لوازم زنان. اما چرا نام این بازار تایتانیک است؟ اول غرفه بود، از غرفه این شوروال زما داد دوازه ایمه کمک نمی همسایا مثلا دکم دکاندارا همه او کسی دی مفتوب مانده بود، همه او تایتانیک خوانده بود، بازی همی تایتانیک نام شد دیگه. این نگاه که ما معلومات داریم به خاطر که در اینجا غرفه های چوبی گذاشته بود، در اینجا کسید فروخته می شد، تایبای جیبی فروخته می شد، با مخاطر را تایتانیک نامگذاری کرد. بیشترین افرادی که از این بازارچه دیدن می کند زنان است، چون بانوان می توانند وسایل مورد نیاز خود را از این محل دریافت نمایند. لوازمی که در این بازارچه خرید و فروش می شود بیشتر لوازم آرایشی دختران می باشد. یا بیشترین چی شرکه است همی طبقی و ناس تشکیل می کنم مشتری های کچرم. در این بازارچه بیش از 100 دکان و غرفه می باشد که دکاندارانش مرد و مشتریانش زنان است. اما این بازارچه از سوی حکومت به نام بازار بنجاره فروشی نامگذاری شده است. در جلسات متعدد یادآوری کردیم و برای شوروالی گفته شد که کوچه را به نام بازار بنجاره فروشی نامگذاری بکنه و لوحه‌شون را نصب بکنه. منتها کوچه تیتانیک هست، خود مردمی که در اونجا دکان دارن اونا از پیش خودشان یک چیزی را مانده و بالاخره هم فرن معمول شده، اما در اصل بازار هم بازار بنجاره فروشی هست. با وجودی که یک بازارچه هنر مخصوص بانوان در این ولایت فعال است که توسط زنان پیش برده می شود، ولی بیشتر لوازم دختران و زنان در بازارچه تایتانیک خرید و فروش می گردد. علی سامی، تلویزیون بامیان. اینجا ویرانه های بازار قدیمی بامیان است، گذرگاه کاروان های بزرگ از جاده ابریشم که روزگار اقتصاد، فرهنگ و هنر شرق و غرب با عبور از این منطقه رونق فراوان داشت و بامیان نقطه وصل تمدن های بزرگ از هند و چین تا خاورمیانه بود. بازار قدیمی بامیان با عنوان گذرگاه و شاهراه بین المللی نقش مهم در مبادله کالای بین المللی در جغرافیای آن زمان داشت و به همین دلیل بت‌های بامیان و دامنه‌های آن که شامل کاروانسراها و بازارهای قدیم است به نام ساحه سرخ در لیست میراث‌های فرهنگی یونسکو قرار گرفت. گذر زمان و شرایط نابسامان افغانستان مانع آبادی و رونق این بازار قدیمی و تاریخی شده است، به گونه ای که امروز دیگر صدای جرنگ قافله های قدیمی را فقط می توان تصور کرد. در واپسین سالهای 2000 میلادی محل دیگری به عنوان بازار جدید که در حال حاضر بیش از 800 مغازه را شامل می شود
در فاصله 300 کیلومتری جنوب شرق بازار جاده ابریشم شکل گرفت. بازار قبلا بازار کهنه بود. بازار یک بازار تو شاید سابقه قدیمی داشت، قدامت تاریخی زیاد داشت، و دو یک بازار خرد بود. این بازار به عنوان بزرگترین محل داد و ستد در مرکز شهر بامیان شناخته می شود که گذر زمان بر رونق و اعتبار آن افزوده و تنوع محصولات و اموال رنگارنگ آن چهره جدید و دلپذیر به آن بخشید. اینجا سودا و فروش جافت، دکان هم جافت، اونجا 100 دکان بود، اینجا 1400-1500 دکان هم. در این بازار انواع محصولات به نیازمنده های مردم بامیان و مناطق اطراف آن محروش میکنند که تولیدات داخلی شامل میوه‌جات و حبوبات و شمول لبنیات و پوست حیوانات را در بر می‌گیرد. ولی بخش عظیمی از نیازمندی‌های این بازار را تولیدات خارجی و محصولات کشورهای همسایه تشکیل می‌دهد. در نقشه جدید و یا همان ماستر پلان شهری بامیان، بازار جدید نیز در متن ساحه سرخ میراث‌های فرهنگی قرار گرفته است و به همین دلیل ساخت و ساز و ایجاد دکان‌های بیشتر در آن با محدودیت‌های همراه است. تراکم جمعیت در شهر بامیان و نبود امکان توسعه زیربنایی به دلیل قرار داشتن در ساحه سرخ یونسکو باعث شده است که مردم و مغازه‌داران بازار پر رونق و زیبای فعلی بامیان را نیز کوچک و موقت در نظر بگیرند، زیرا ساخت و ساز مارکت‌های عصری و استفاده از مواد و مصالح مدرن ساختمانسازی برای توسعه بازار غیر ممکن است. بازار بامیان که تنوع فرهنگی و قومی صاحبان آن نسبت به رنگ‌های موجود در میوه‌های بامیان بیشتر جلوه نمایی می‌کند، یکی از نمادهای همدلی و همپذیری اقوام ساکن آن می‌باشد. ریاست شهرسازی در نظر دارد تا در آینده مکان دیگری را به عنوان بازار مرکزی بامیان بنا کند که در حال حاضر تحتاب گذاری و ساخت و سازهای اولیه آن جریان دارد. اما انتقال در مکان جدید با فروشگاه‌های بزرگ هرچند امید بخش برای آینده شهری بامیان است، اما برای صاحبان و مشتریان آن نگرانی‌های را هم به همراه دارد. تمام رفت و آمد مردم در بازار جدید بامیان هستن نسبت به این بازار. سلام، اینجا بامیان است، شهری که در کنار بلخ زادگاه و پرورشگاه زبان و ادبیات فارسی دری است. زبان و ادبیات فارسی دری یکی از غنی‌ترین زبان‌ها در کنار دیگر زبان‌های دنیا می باشد. ولی با تمام غنامندی که دارد، ما شاهد استعمال اصطلاحات و کلمات دیگر زبان‌ها در بازار دری زبانان هستیم. یکی چرا مردم از اصطلاحات و کلمات دیگر زبان‌ها استفاده می‌نماید، سوالی هستند که در طی این گزارش جوابش را خواهیم گرفت. نقش زبان در زندگی روزمره ما همانند کلیدی است برای حفظ فرهنگ و تاریخ. در این میان زبان دری که یکی از زبان‌های غنی و تاریخمند در دنیا و زبان ملی در حوزه افغانستان مطرح است، اما در عرصه‌های مختلف هویت و ارزش‌های آن در معرض تهدید قرار گرفته است. معمولاً کشورهایی که در روی از اینا تسلط داشتن، اینا خب با ما ادبیاتشان، با ما گفتار خودشان عمل میکردن و خب چون جامعه مثل جامعه افغانستان چون ضعف فرهنگی دارن، ضعف اقتصادی دارن، خب در اساس اینا تحت تاثیر قرار میگیرن. یک فرهنگ بالای زبان از ما تاثیر خور گذاشته. مثلا کلمات عربی که در زبان فارسی دری وارد شده از زمانی هسته که عرب ها در تمام جهان اونا حاکمیت داشتن، به او خاطر زبان از اونا به عنوان یک زبان رسمی شاید بگم یا خیلی مشهور بود، به او خاطر زبان اونا تاثیر گذاشته در بالای زبان دری فارسی. مثلا فعلا زیادتر از اسمهایی را که در اصل عربی هسته. تصاویر و عناوین مختلف غیر دری و هجوم واژگان از زبانهای بیگانه و به توجهی به ادبیات نوشتاری در اجتماع مانند محیط کار و بازار و به ویژه اماکن علمی و فرهنگی نشان از یک بحران زبانی در شهرهای افغانستان به شمال بامیان شده است. جاذبه توریستی دارن
به او خاطر مو صرف مو توریست که داخل بامیان موشه بیتنه لغهای از مو را به آسانی بخوانن. و فروش صنایع دیست هم که دقیق میدونین که خریدار اصلیش خارجی های نیست، توریست های نسبت در داخلی ها، به او خاطر صرف مو چی که من توریست راحت بخوانن. البته زبان فارسی به هیچ عنوان به عنوان یک زبان ضعیف قابل بحث نیست، یک زبان قوی و یک زبان غنی و یک زبان با قدامت تاریخی و با پشتوانه فرهنگی بسیار برازنده است. ولی از این که افغانه ها امروز در سطح دنیا از ضعف و ناتوانایی های لازمه برخوردار هستند، قطعا زبان های بیگانه و خصوصا زبان انگلیسی را و شکل قابل ملاحظه در لابلای گفتار گفتمان و مباحث خود به کار میبره، باعث میشه که زبان های بیگانه وارد زبان ادبیات فارسی شه. جنگ دوامدار و در حاشیه قرار گرفتن ارزش های فرهنگی از یک طرف و نبود یک مرکز تولید و معادل سازی واژگان زبان دری از طرف دیگر، زمینه ساز بحران در زبان معیاری شده که شهر بامیان را نیز شامل می‌گردد. کاری را که ما فعلا می‌دانیم این است که ما جبران در جبر تاریخی که قرار داریم، در جبر جهانی شدنی که قرار داریم، ما مجبور هستیم که از اصطلاحات استفاده بکنیم. ولی کاری را که ما می‌تونیم بکنیم این است که معادل کلمات بیرونی که وارد میشه اونا را بیاییم ایجاد بکنیم در فرهنگ خود و اونا را وارد گفتمان های رسانه‌ای، گفتمان های علمی، گفتمان های اجتماعی و فرهنگی بسازیم تا ای که اونا روز به روز به مردم معنوس شه و ما بتانیم که در مواجهه با فرهنگ های غالب، در مواجهه با زبان های غالب ما بتانیم ادامه حیات بدیم. بحران در زبان دری افغانستان آنچنان گسترده است که تقریبا نزدیک به 40% تابلوها و فهرست‌های غذایی و زبان‌های خارجی، مخصوصاً کلمات انگلیسی که با رسم الخط فارسی دری نوشته می‌شوند. کلمات مانندی لابراتوار، فوتوکاپی، گرینوینتر، جوس، دیجیتال گلوبال، شارپ، اکسس، انجینیری گرینلند، پلازا، فیشن، انترنت کلاب و موارد بسیاری است که بدون نظارت فرهنگی در همه جا دیده می شوند. چون خارجی ها اینجا میان اکثریت اوقات به خاطر صرف غذا دیگه، باز ما بعضی همی که غذای ما نامش مثلا لغت انگلیسی داره به خاطر از اونا مد نظر گرفته. بعضی غذای ما است مثلا چکن برگر، چکن مکس ویجیتیبل، اینا غذایی است که ما اما غذایی که برای خارجی ها بسیار مختصر است، واضح است، همونا را در مینوی خود جایگزین کردیم. هرچند استفاده از واژگان بیگانه مثل زبان انگلیسی در بسیاری از زبانهای دنیا وجود داشته و در موارد نیز باعث غنامندی زبان بومی می شوند، اما با وجود داشتن معادل کلمات وارده در زبان دری و تغییر در زبان نوشتاری، نیازمندی به نظارت لازم و اصلاح مبرم را ایجاب می نماید. بیشتر انگلیسی وارد شده و عربی که قبلا او جزی زبان فارسی شده دیگه، واژه های عربی بعد از او در محاسبه کلی واژه های انگلیسی زیادتر است و بعد در نتیجه ورود کتاب های که در ایران تهیه میشه واژه های فرانسوی. تشکر که تا این لحظه ما را همراهی کردید. حسین محمدی، شهر بامیان، تلویزیون بامیان. سلام. وضعیت کار در افغانستان و بخصوص در بامیان یکی از مهمترین موضوعات می باشد. در این باره گزارشی داریم از بامیان. با ما باشید. زندگی گرما و سرما نمی شناسد، بخصوص اگر موضوع کار و درآمد در میان باشد. زندگی در بامیان به گونه ای سپری می شود که هر روز باید برای یک فرد تکرار روزهای قبل باشد. صبح زود مردان از خانه هایشان برای یافتن کار بیرون می شوند. آنها نمی دانند که روز را در پی کار و یا در حال کار کردن چگونه سپری کنند. در چشمان این مردان فقر اقتصادی موج می زند، در حالی که آب و هوای بامیان سرد است. آنها مجبور هستند که این سردی را در مکان مشخص تحمل کنند تا شاید کسی پیدا شد که آنها را برای کاری همراه خود ببرد. با این حال مردم در اینجا اکثرا بیکار هستند و از وضعیت کسب کار در بامیان شکایت دارند. طور که آنها فقط به اندازه درآمد دارند که زندگی کنند و هیچ گونه سرمایه گذاری ندارند. به خاطر که ساخت و ساز نه کمه،
اگر ساخت ساز باشه کل چی سر کار میشه. بخاطر این میگه ساخت ساز نیه مردم ها دل سردن جور نمیدن. انتظاری از ما از دولت اولین کار همی است که باید ساخت ساز بانه مردم ساخت ساز کنه که مردم دوستش باشه و یک چیز بجون بر دیگه. یکی ساخت ساز نمونه هر جایی که معلوم خانه جور مونه قید گیری میکنه دیگه مشکل سازی در مردم ایجاد کرده. اکثر مردم در بامیان از عدم توجه حکومت در قسمت کسب و کار شکایت دارند و از کارهایشان که خیلی ثقیلند ولی درآمدی آن چنانی ندارد به سطوح آمدند و همچنان آمار کسانی که تحصیل کردند اما باز هم از بیکاری در بامیان شکایت دارند. وضعیت کار در ولایت بامیان چنان خوب نیست به خاطر بیکاری است در مردم کاروبار نیست. نهایی ما خود کاریم که میکنیم در روز یک ساعت دو ساعت از زیادتر کاروبار نیست بامیان. دولت ما هنوز روی پای خود استاد نیست، نمیتونه کاری را برای جوانان چیکنه فراهم کنه. به خاطر ما کار را گیر نیاوردیم و مثلا الان فارمسی هم خواندیم، گیر آوردن جواز خیلی برای ما دشوار است. یک جواز تقریبا 9-8 لک افغانی حالا برای ما قیمت گذاشته شده و نمیتونیم به آسانی مثلا تمام سرمایه خود بزنیم جواز بخریم بعد چیکار کنیم. به خاطر دیگه نتونستیم جواز فراهم کنیم حالا درای بریم. ما از دولت همی توقع داریم که دولت برای مردم شغل ایجاد کنه، برای مردم اشتغالهایی کنه، برای مردم کار ایجاد کنه که مردم بکار کنه. مردم بامیان بکار هست، همیان آقای بامیان زون مسعدی است، مردم بکار شده رئیس کار نیست برای مردم دیگه. مردم اکثر مردم رو آورده بانی بیروبری تکرانی بی کارم نمیشه، نمیشه لطل قمر هست، کار نیست، مردم بکار هست. اکثر مردم در اینجا مصرف زراعت هستند. زنان می آید و گامهایشان را با گامهای مردان هماهنگ می سازد. زنان هم می توانند دوشادوش مردان در داخل و خارج از خانه کار کنند و برای خود درآمدی داشته باشند. با این حال بامیان در سطح افغانستان تنها جایی است که زنان در اینجا محدودیت های برای کار کردن ندارند و این عدم محدودیت را مدیون امنیت بودن ولایت بامیان می دانند. زراعت تنها کاری نیست که زنان انجام می دهد، بلکه امروزه در بامیان فعالیت های زنان جوان در عرصه های مختلف هنری افزایش یافته است. اما آنها نیز از وضعیت خراب کار ابراز نظر می کند. درآمد خیلی اگرچه بد نیست خوب است، ولی که دولت باید کم زراعت حمایه کنه. یعنی در اینجا که ما خیلی میکنی یعنی خیاطی خانم ها مخصوصا کرای دکان این چیزا خیلی بالا است، این چیزا باید کم ذره پایین تر آورده شوه بهتر است. وضعیت کار زنو به نظر شخصی از ما قدر خوب نیست، چون که یعنی اولا سطح آگاهی مردم پایین است. یعنی خانم ها نمیتونه که به طور آزاد در بازار کار کنه، کار میکنه خب کم و قدر زیاد نه. در این عرصه بیشتر شوهر تشویق کرده آرشگری باید یاد بگیرم با مردم کام رئیس اصلاحات اداری ولایت بامیان از وضعیت کار در بامیان و بحث‌های کاری که به اعلان سپرده می شود چون این ابراز نظر می کند. در بسته ما طبیعتا فرق می کنه، بسته ما یک بسته های رتبه داریم فرم توضیح می کنیم، بسته های پایین رتبه داریم، آن رتبه داریم بسته اول دو است و بسته های پایین 3, 4, 5, 6 است. زمانی که فرم توضیح میکنیم ارتباط را به متقاضیان و چگونگی اعلانات ما. تشکر از اینکه تا آخر برنامه با ما بودید. نکبخ فرهمند، ولایت بامیان. در این محل تعدادی از ورزشکاران دختر و پسر جمع شدند که تا دقایق دیگر مسابقات ملی اسکی برگزار می شود. مسابقات ملی اسکی و اسنوبورد با اشتراک 70 نفر ورزشکار از 5 ولایت افغانستان در دامنه های پربرف کوه بابا برگزار گردید. بامیان با داشتن کوه های پوشیده از برف مکان مناسب برای ورزش های زمستانی برای جوانان به حساب می آید که در همچین مسابقات از شمار ولایت کشور ورزشکاران زیاد اشتراک می کنند. مسئولان فدراسیون اسکی افغانستان می گویند که علاقمندی جوانان به ورزش افزایش یافته است و امروز بیش از 70 ورزشکار پسر و دختر در این مسابقات شرکت کرده بودند. مسابقات اسکی از 6 کلاب اشتراک کرده بود، در حدود 75 ورزشکار بودند در دو کاتگوری، کاتگوری خانم ها و بچه ها. اسکی یک از بازی‌های زمستانی می باشد که از 9 سال گذشته به این طرف این ورزش ترویج یافته است.
و مسابقات محلی، ملی و بین المللی در این ولایت کوهستانی دایر می گردد. در این دور از مسابقات ورزش زمستانی در بخش اسکی از پسران بومان علی آدینا، محمد بامیانی و علی محمد به ترتیب مقامهای اول الی سوم را از آن خود کردند. بامیان بهترین جای است، اما مکانهای مختلف برای اسکی بازی، اگر بخواهیم ما پیست بسازیم، اگر بخواهیم ما این بازی ها را رشد بدیم، بسیار مکان عالی است. چی از نگاه امنیت بخواهیم، چی از نگاه مقبولی و زیباییشان بخواهیم، مکان های بسیار مقبول است برای ساختن پیست و برای اسکی بازی. امسال حضور دختران در بخش ورزش های زمستانی نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته است و در این دور از مسابقات 7 نفر از دختران در بخش اسکی اشتراک کرده بودند. کریحانه، فاطمه و زکیه مقام های اول، دوم و سوم را کسب کردند. خب بانوان اگر برشان توجه صورت بگیرن میتونن در قلعه بیشتر برسن، میتونن مسابقات خارجی اشتراک بکنن. زمین درست بر ما مساعد نیست، مثلا ما پیست نداریم، لیفت نداریم که ما به طور استاندارد ما شروع کنیم کار خود، ما ورزش خود پیش ببریم. ما با همین محدودیت های هم بازم خودمان را در جاهای تانیسیم برسانیم، ولی نه در او حدی که خودمان میخواییم نتانیسیم برسانیم. اسنوبورد یکی دیگر از ورزش های زمستانی می باشد که در سال 1395 این ورزش در افغانستان ایجاد شد و جوانان از ولایات کابل، بامیان و پنجشیر عضویت این رشته ورزشی را دارند. از جمله ولایت های مساعد خود بامیان است. ما اگر قرار باشد اینجا یک دانه اگر لفت داشته باشیم، ولایت های مثل پنجشیر، بدخشان، غزنی از جمله ولایت های بسیار خوب و امن است که قرار است ما بتانیم مسابقات برنامه های منظم را بتانیم در اونجا بسازیم تطبیق کنیم. ورزشکاران از برگزاری این چنین مسابقات خوشبینند و آنان میگویند برگزاری چنین مسابقات برای تشویق ورزشکاران موثر میباشد، اما جوانان از کمبود امکانات، نبود مربی و عدم حمایت دولت شکایت دارند. علی سامی، تلویزیون بامیان. بازارچه هنر، ایستگاه زنان کارآفرینی صنایع دستی بامیان. رشد صنایع تجارتی ارتباط مستقیم با منابع انرژی دارند. در بامیان اما نه برق وجود دارد و نه تولیدات. با در نظر داشت این مشکل بزرگ، زنان کارآفرین در بامیان بازارچه دارند به نام بازارچه هنر. این بازارچه در کنار صدها دکان دیگر در مرکز بامیان در گوشه مهم جا خوش کرده است. این بازارچه روزانه پای صدها توریست را به سمتش می کشاند. یکی از پرسش ها این است که چرا این بازارچه نامش با هنر عجین شده است. تنها صنعتی که در بامیان وجود دارد صنایع دستی است. تولیدات صنایع دستی نیازی به برق ندارند. تمام این محصولات با دستان هنرمندانه ی زنان زحمتکش بامیان تهیه می گردد. این بازارچه در واقع مشهورترین مرکز خرید و فروش صنایع مرغوبی که توسط دست تهیه می شود شناخته شده است. ما از 5000 افغانی شروع کردیم که تقریبا در حدود 15-16 سال که ما کار میکنیم سرمایه ما تا 5000 افغانی رسیده. با وجودی که خانما امرای ما البته تعدادی 45 نفر شاگرد داریم که آنها از همی کاروبار یا مزید کنیم و نفع میبرن، خرج مخارج خود آنها از همی کاروبار بود میکنن. زنان کارآفرین با آماده ساختن کارگاه ها در نقاط مختلف بامیان محصولات زیادی را با هنر دست آماده ی فروش ساخته و در این بازارچه به نمایش می گذارند. محصولات عمده این بازارچه را لباس های خامک دوزی، کلاهای دست دوزی، کفش های بافیدگی، نمد، قالیچه، بکس گردن و پول، پرده های خامک دوزی و ده ها محصولات تزئینی دیگر تشکیل می دهد. همین مشتری که از بیرونی ولایت بامیان میه در اینی و در چی میه نی در همین تفریه دیگه بگویم بندی امیر اینجا اینو زیادتر خرید میکنه. اکثریت مواد این محصولات از خود بامیان تهیه میشود و مقدار کمی آن از جاهای دیگر وارد میشود. صاحبان این صنایع روستایی نبود امنیت در شهرهای بامیان را ضربه کلان به تجارتشان میدانند. آنان میگویند
با وخیم شدن امنیت راه‌های مواصلاتی بامیان با ولایت دیگر، بازارچه هنر مشتری ندارند. بیشترین مشتریان این بازارچه را گردشگران داخلی و خارجی تشکیل می‌دهند. از سوی دیگر، مسدود بودن ترانسپورت هوایی بامیان گذری مشتریان چرپ را از بامیان کم ساخته است. تابلو کار میکنیم، یکم چیزای دیزاین کار میکنیم، مثلا دیزاین سر میز چیز می دیزاین بدیم، میز چیز می دیزاین بدیم، آلماری را یا که یعنی چیزای دیزاینی جور میکنیم و برای فعلا تازه شروع است، تازه یعنی ابتدای کار است، تازه اینا میخوام یاد بگیرم. در دو ماه اول ما بخش ابتداییش کار میکنیم که در ابتدار یعنی کار شبکه کار شخص می کار میشه، بعد از باز پیشرفتش کار میکنیم. دیگه هدف از این راه اندازی پروژه ای است که یعنی برای خانم ها یک منبع درآمد ایجاد شود. با تمام این مشکلات، بازار زنان کار آفرین اما به دنبال طرح‌های تازه در تزیینات صنایعشان هستند. اینجا در گوشه دیگر شهر برنامه ارتقای ظرفیت صنایع دستی زنان جریان دارد. تولید صنایع جدید و روش‌های بازاریابی مدرن از جمله موضوعات هست که زنان بازارچه در پی یادگیری آنهاست. صاحبان بازارچه هنر می گویند با این کارشان از یک سو در اقتصاد خانوادهشان سهم گرفته و از سوی دیگر سطح کارآفرینی را در کشور بالا برده به اقتصاد ملی را رشد می دهند. خواستهای اصلی این زنان فراهم آوری نمایشگاه ها و ایجاد بازار مناسب در سطح کشور برای صنایع دستی اند. خوشبختانه استعداد از اینا، توانایی از اینا و همو کار دستی که دارن خیلی ها فوق العاده است، خیلی عالی هستند. در بخش های حیاتی خیلی خوب دسترسی دارن، در بخش های طراحی لباس. ولی ما خواستیم، یعنی هدف آمدن ما این بوده که بتاریم خواست های بازار امروزی را یا بازار های جهان که جهان چی نیاز داره و بازار امروز چی نیاز داره، یک محصول چی نیاز داره و در روز دامه زمانی که ما لباس طرح و دیزاین میکنیم چی نیاز داره، خواستیم با این آمدن ما به خواست های جامعه امروزی و به خواست های بازار امروزی رسیدگی خوبتر بکنیم. با امید خدا انشاءالله میتونیم که با همکاری استاد اجمل دیزاین های خیلی خوبی را تولید بکنیم انشاءالله، که ما میخواییم در آینده ها در کل افغانستان تولیدات ما را برسانیم و همچنان خارج از افغانستان در بازارهای بین المللی فروشات داشته باشیم، که انشاءالله شاید در طول این برنامه آموزشی به خواستای ما برسیم. امسال از دانشگاه بامیان بیش از 1200 دانشجو فارغ شدند. صدها جوان پسر و دختر روز سه‌شنبه فراغتشان را از دوره لیسانس از دانشگاه بامیان جشن گرفتند. مثلاً دانشگاه بامیان میگویند که این جوانان از دانشکده‌های زراعت، تعلیم و تربیه، اقتصاد، علوم اجتماعی، علوم طبیعی و زمین‌شناسی فارغ شدند. یک بار دیگر فراغت شما را از مقطع لیسانس از دانشگاه بامیان که در 32 رشته متخصص فارغ داداد تبریک و تهنیت عرض میکنم. فارغان میگن که آنان در دانشگاه بامیان با مشکلات زیادی روبرو بودند، مانند نبود خوابگاه، کمبود صنف‌های درسی، عدم کتابخانه معیاری و اینترنت، کمبود استادان مسلکی و تخصصی و برخورد سلیقه استادان دانشگاه با دانشجویان از مشکلات مهم میباشد. در دانشگاه بامیان ما کمبود کادر علمی داریم، یعنی بارها در طول 4 سال شده که مضامین ما به خاطر اینکه استاد نبوده تدریس نشده و در ضمنش نظارتی بر اساتید نه تا اونا دائما در دروس خیش حاضر باشه و با قسمی که پلان وزارت هست و پلان کریکولم دپارتمنت هست رسیدگی شود. مشکلات از قبل نبود کتابخانه مجهز و نبود امکانات. اول که بود دانشگاه ما مجهز نبود، دانشگاه بسیار جای خراب تحصیل میکردیم. امسال در دانشگاه بامیان نزدیک به 7000 جوان پسر و دختر مصروف آموختن علم بودند که بیش از 1200 نفر از 32 رشته تحصیل فارغ شدند.
اما اکثر از این فارغان از نبود زمینه کار و اشتغال زایی در کشور نگرانند و آنان میگویند که با فارغ شدن از دانشگاه خانواده‌هایشان از آنان توقع کار را دارند. محصولی که فارغ میشه بیکار هستند، برایش کار فراهم نمیشه و دولت باید توجه کنه که کار را برای محصولی که فارغ میشه در بخش یا بیرون از بخششان باید فراهم کنه و محصولی سرکار شود. بخیر درش ادامه بده، چند دیگه از پولی ازی باده نمیده، یک وقت بازم به جامعه بدر بخوره. توقع ما هده که اینجا زحمت کشیده پدر مادر شیده به جامعه تحویل داده. هستیم. خانواده های دانشجویان از ولایات و از ولسوالی های مختلف افغانستان با دسته گله های رنگارنگ و تحفه های مختلف و دانشگاه بامیان آمدند تا شاهد جشن فراغت فرزندانشان باشند و با آنان یک جا خوشی را تجلیل نمایند. از یک سال گذشته به این طرف شماری از جوانان در ولایت بامیان کمپاین مبارزه با مصارف گزاف محافل فراغت را با شعار به پا خیزید برای انجام کار نیک، هدیه ما نه گل پلاستیکی و نه چپن فقط کتاب، گرامی داشت از روز فراغت یک روز نه چند روز و آن مصارف جانسوز را اندازی نمودند. مقامات حکومت بامیان مبارزه با مصارف گزاف را در جشنهای فراغت نیز تاکید میکنند. چقدر زیبا و زیبنده است، چقدر جای خوشحالی و مسرت است که یک محفل با وحدت نظر و با اجماع همگان امروز در اینجا برگزار شده است. هر روز سرگردانی و هر روز مصرف‌های بیجا و بی‌مورد، هر روز دعوت کردن این قول، اون قریه، اون ولسوالی، فلان جماعت، فلان انجمن، ای جز این که بوی نفاق را، بوی دوئیت را، بوی یک نوع تفرقه را به مشام برساند هیچ خوشایند نیست. گفتنی است که در دانشگاه بامیان بیش از 250 استاد که شامل 8 دکتر و 60 ماستر در دانشکده های شریعت، زراعت، تعلیم تربیه، علوم اجتماعی، علوم طبیعی، اقتصاد و زمین شناسی مصرف تدریس می باشند. ورزش کلینگ یک ورزش تازه تاسیس در ولایت بامیان است که علاقمندی جوانا مخصوصا دخترای در این ورزش زیاد می باشد. قسمی که شما میبینید امروز تعدادی از جوانای بامیانی در این محل آمده و اینا مصروف تمرین از این ورزش است تا آماده شود برای مسابقات ملی و بین المللی. کلینگ رشته ای از ورزش جدید زمستانی است که در 3 سال اخیر در افغانستان رواج یافته است. بامیان با داشتن آب و هوای سرد و ساعات مناسب چون پارک ملی بندی امیر از مناسب ترین مکانهای ورزشی کورلینگ در افغانستان محسوب می شود. از 2 سال به این طرف ورزش کورلینگ بین جوانان بامیانی ترویج یافته است و اکنون بیش از 20 پسر و دختر مصروف این ورزش می باشند که اکثر آنان را دختران تشکیل می دهند. ورزشکاران می گویند که جوانان زیادی علاقمند این ورزش هستند، اما عدم امکانات، نبود مربی، نبود پارک مشخص ورزشی و عدم حمایت دولت از ورزشکاران از مشکلات مهم و اساسی آنان می باشد. با این خاطر که یخ هست و میشه وقتی طرف یخ بندان می باشه در طول زمستان، با این خاطر من فکر می کنم که اینجا بازی کرلینگ بسیار به طور احسن انجامیده میشه. فعلا خوب، ما از لحاظ وسایل و تجهیزات خیلی کم داریم و دیگه مشکل دیگه هم ترانسپورتیشن است، و خاطر که در اینجا که ما میاییم خوب نمیشه که با پای پیاده بیاییم. در این بازی سنگ به سوی نقطه هدف که خانه خونده می شود رها می کنند. برای اثرگذاری در مسیر سنگ 2 نفر از بازیکنان جلو و اطراف سنگ را که در حال حرکت است جارو می زنند. هر بازی 10 دور انجام می شود. هر تیم 4 بازیکن دارد و می تواند 8 سنگ را رها کند. گروهی که در آخر بازی بیشترین امتیاز را داشته باشد برنده است. امتیاز بر اساس نزدیکی سنگا به نقطه هدف تعیین می شود. بعدش امسال ما در مدت 3 هفته هست ما تمرین داریم. کورلینگ در سال 1998 شامل ورزش‌های المپیک زمستانی شد و افغانستان نیز در زمستان سال 1395 برای اولین بار فدراسیون کورلینگ را ایجاد کرد.
مثلا فدراسیون ورزش کورلینگ در افغانستان میگویند که بامیان اولین ولایت بعد از کابل نباشد که جوانان به این ورزش رو آورده است. بامیان مناسب ترین مکان برای ورزش های زمستانی و مخصوصا ورزش کورلینگ میباشد، به خاطر که هوای بامیان سرد است و آب را یخ میزند و ورزشکاران میتوانند که بر روی یخ این ورزش را تمرین نمایند و برای مسابقات ملی و بین المللی آمادگی بگیرند. این بار است که این ورزش دوباره با سرد شدن هوا و با یخ بندان شدن ساحاتی که آب داره دوباره تمرینات کرلینگ در افغانستان شروع شده. البته فعلا فقط بامیان است به خاطر نبود امکانات. طوری که در جریان هستین در کل شرایط افغانستان از نگاه اقتصادی خوب تقاضای امکانات را نمیکنه، اما حداقل از امکانات زمستانی که فعلا در ساحات سرسیر افغانستان خصوصا بامیان بنا به موجودیت خوب امنیتی میتونیم بهتر اینجا تطبیق بکنیم. نزدیک به 100 نفر از دختران و پسران عضویت فدراسیون کورلینگ را در افغانستان دارد که به زودی در ولایت بدخشان شاخه این ورزش افتتاح می‌گردد. 3 نفر از اعضای فدراسیون کورلینگ افغانستان به بامیان آمدند و آنان ورزشکاران را آموزش می‌دهند تا با روش‌های بازی کورلینگ آشنا شوند و خوبتر بدرخشند. اسحاق اکرمی، ولایت بامیان. بامیکا یعنی بامیان امروز که گذشته یکی از بزرگترین شهرهای جهان بوده، اما حالا با داشتن آثار تاریخی زیادی سالانه مقدار زیادی از توریست های داخلی و خارجی از این ولایت دیدن میکنند. حالا میبینیم که سلایق و علایق مهمانان و گردشگران خارجی و داخلی چیست و آنها در چی جایی اقامت میکنند. گزارش داریم در این باره. از آنجایی که بامیان یک ولایت باستانی است، سالانه پذیرای صدها توریست داخلی و خارجی می باشند. پس به این اساس دارای هتل های مجهز برای پذیرایی توریست است. این هتل ها که دارای غذاهای محلی زیاد می باشند، از جمله آشک، قروتی، کباب، بولونی و غیره. اما غذاهایی که در این هتل ها پخت و پز می شوند تنها غذاهای محلی نیست، بلکه انواع غذاهای ملی و بین المللی به شمول جوجه کباب، پیتزا، کبابی چوپان و سایر غذاهایی که در آشپزخانه این هتل ها آماده می شود. هتل غلغله که یکی از مشهورترین و بهترین هتل های شهر بامیان است، این هتل همواره غذاهای مورد علاقه مشتریان خود را آماده می کنند. این هتل دارای دیکوریشن خیلی زیبا است که باعث رفاه و آسایشی فراوانی برای مهمانان این هتل شده است. از جمله یک هم آشپزخانه مجهز با غذاهای متنوع در خدمت مهمانان ویژه قرار دارند. غذاهای محلی مثل پکوره، بولانی، سموسه، آشک، منتو هم یا خارج از وقت دوست دارم. ما معمولا هر غذایی را که مهمان ها سفارش میده و اونا میخواین اونا را بیشتر برشان آمده میکنیم. اکثریت مهمان ها کمیه معمولا کارمندای مؤسسات خارجی هستن. همچنان یکی از هتل های خوب هتل راه ابریشم است که فضای عالی و پذیرایی فوق العاده را برای انواع مهمانان خارجی دارا است. این هتل نیز دارای غذاهای لذیذ می باشند که باعث گردیده تا افراد زیادی که به بامیان می آیند به این هتل رجوع کنند. هتل شاهی که یکی دیگری از هتل های خوب و زیبا است که همواره پذیرای مهمان های مختلف از کشورهای مختلف است. این هتل که دارای اتاق‌های مجهز، فضای دلنشین و پذیرایی عالی که دارد، همواره مورد استقبال بیشتری از مهمانان که وارد بامیان می‌شوند قرار می‌گیرد. هتل از من دارای 42 اتاق است. 6 اتاق سویت، دیگه اتاق‌های دبل و سینگل است. هر کدام به نرخ متفاوت است. هر عرصه که ما بخوایم در هر فصل می‌تونیم تغییرات بدیم، مثلا در فصل کم نرخ پایین تر میره، در فصل بالاتر میره. دیگه ورکشاپ ها اینجا گرفته میشه، سالون های کنفرانس داریم، سه سالون داریم که یک گنجایش 500 نفره داره، دیگه گنجایش 80 نفره، دیگه گنجایش 40 نفره داره. بر سیس و بر چیز ما بخش مشتری ها همیشه در خدمت هستیم. نان و عالی و فوق العاده توسط مینو هر کس هر چیز انتخاب کرد.
در اخیر هم هتل نوربند قلعه که دارای فضای دلنشین می باشند و همچنان یکی از هتل هایی است که پذیرایی گرم با غذاهای محلی و ملی را برای مهمانانشان فراهم می کنند که به این اساس دارای آشپزخانه مجهز می باشند. این هتل نیز از جمله هتل های مشهوری بامیان به شمار می رود که سالانه جاذبه مهمانان داخلی و خارجی در بامیان می باشد. تا 50 الی 60 نفر ما مهمان داریم در اتاقا و همچنان برنامه های دیگه ورکشاپ است که هتل دارای 3 تالار است، تالار کنفرانس. بعضی وقتا ما 2 کنفرانس، بعضی وقتا 1 و معمولا 1 کنفرانس ما در روز داریم. شکر از این که تا این لحظه با ما بودید. وقت خوش، خدا نگه. جو بامیان است. مجسمه های سلسال شمامه با قامت های از هم ریخته شده خش، تماشاگر شادی ها و عروسی های مختلف باشندگان این شهر از جمله سرنشی یا همان استقان بدن است و حال دیدگاه شهروندان این شهر را درباره سرنشی میبینیم و میشنویم. بامیان از جمله ولایات مرکزی و امنی افغانستان بوده که زنان بیشتر از هر ولایت دیگر چانس برای انتخاب کردن و انتخاب شدن در ازدواج را دارا است. اما با این حال در این ولایت بیشتری دختران بدون رضایت خودشان به شوهر داده می شوند که از جمله این ازدواج های سنت سرعدیشی یا سربدل می باشد. چون این طرح است که یک فرهنگ افغان جامعه افغانی ما هست و فرهنگ مرد سالاری هست. ما همواره دچار از این موزل بودیم و هستیم و بیشتر کسی که سرالیش بود اصلا رضایت بخش برایشون نبوده، چون به دل خود ازدواج نکردن. بر اساس تجربیات و تحقیقات اکثر فامیل هایی که به این صورت ازدواج کرده اند سرانجامشان به خشونت و طلاق منجر شده است. مجاهده یکی از قربانیان ازدواج سربدل می گوید بنا به پافشاری پدر و مادر با زن برادرش سربدل شده بود که سرانجام مجبور به طلاق شدند. مو کسی که مثلا مرا میخواست یا ماما خیلی پدر ما بود، مامایش بود، یک کس فامیلای نزدیک شد. اونا مدت 2 سال بود که بالاخره خواستگار میماد همیشه و وقت هم بسیار خرد بودم، مثلا 7 مکتب بودم و اندازه نبود که متاسم زندگی خود میگرفتم یا چی رقم. بعد خب خانواده هم اگر تصمیم های خدا گرفته بودن سر بدل کردن، حتی از دختر نپرسته بوده که تو آیا میخوایی نمیخوایی که منطور سر بدل کنی، ولی او کسی دیگر دوست داشته. اکثر شهروندان به این باور هستند در این نوع وصلت های انتخابی یک طرف نقش ندارد و در نتیجه با طلاق گرفتن یک طرفی از فامیل زندگی مشترک هر 4 جوان در معرض تهدید قرار میگیرد. عمل سربدل ما تقویه نکنیم به خاطر اینکه این سربدل که هست حتما خانواری یک طرفیش با عروسش یک خشونت نکنه منجر او رو به طلاق میسازه و طرف دیگه ای که هیچ نمیخواه هم هر دو جانب با طلاق بگیره. دختر خانم ها رو به سند خرد ازدواج میکنه. وقتی که من لباس انتخاب میکنم میبینیم اصلا مشوره هیچ برش داده نمیشه، اما سین پدر و بیادر و فامیل مادرش میبینه، اما هم تحملی هست بزرگ که با اصلاح نمی لباس تو خوشک یا استاغلیش هست یا بزرگ میته که تو فلانی موتر داره و یا پول داره، زیادتر یا سر پول مردم تا به دلو میشه. از سوی هم روحانیون که نقش پیوند هندی شرعی رو درست با این نوع وصلت ها نظر نیک ندارد، زیرا مبادله انسان در برابر انسان بدون رضایت و انتخاب را یک عمل غیر انسانی و اسلامی می دانند. یه وقتی ما انسان را با انسان بدل بکنیم، علیازم بالله که در زمان جاهلیت بوده، مثلا میاد میگه که اینی دختر بدلی او دختر، این هیچ گونه جواز شرعی نداره، یک انسانه کرامت انسانی داره، این کالا نیست. اگر کسی این را انجام بده که اینی دختر با این دختر عوض شود، بدل شود و این اصلا جواز شرعی نداره، عقلا شرعا منطقا محکومه.
دلایل ازدواج به صورت سربدل هرچی باشد، اما فقر یک از دلایل مهم آن به حساب می آید که باعث رونق آن بخصوص در میان فامیل های دهات نشین شده است. یکی از دلایل از فقر است که نمی خواهیم مصرف از بالا نره و مو یک مثلا عروس که میاره دمو مثلا قابل هم زود دختر خود میده. دلیل دوم شیه که مردم به این دلیل یک کار انجام میده که می خواهیم مثلا از قوم خودی ما در خودی ما باشد و بگانه نشه. تیفر مرا گرفت گفت دیگه از ما و شما خداحافظ، دیگه تا زمانی که مو تو طلاق ندیم دیگه امکان ندارم. باز مو پدر من گفت اگر شما بخواین که طلاق دختر خره بگیرین، من نسبت به دختر خره مشکل نداریم، میتونم دخترم زندگی کنه. و اونا گفت نه، زمانی که اینال ای که مو دختر خره طلاق شره بگیرم، شما طلاق ندین، مو نمخواییم دیگه ای رقم زندگی چی کار نداریم. اما آماری کمی هم وجود دارد که چونین پیمان ها رضایت بخش بوده است. صدیقه اسم مستعاری کسی هست که به صورت سرعلیشی ازدواج کرده و از زندگیش تا هنوز راضی به نظر می رسد. جنگ، مهاجرت و از طرف دیگر بالا بردن هزینه عروسی برای جوانان می تواند زمین ساز ازدواج سربدل باشد. 4 فرزند دارم. سرعلیش با ما بسیار خوب است. در نظر ما خوب است. اگر از ما رفتار کنه سرعلیش خوب است باید کنه. بنابر اظهارات و آمار امور زنان در بامیان، آمار سربدل به صورت سنتی آن در سالهای اخیر کاهش یافته است. اما متاسفانه که پیامد ازدواج های سربدل و ازدواج های اجباری را ما خودکشی هم دیدیم و سرانجام یادست به خودکشی بزنن خانم یا سرانجام طلاق، هر دو فامیل منجر به طلاق شود. اما زمانی که ما از در مجموع در سطح ولایت ارزیابی میکنیم، ما میبینیم که خشونت علیه زن کاهش پیدا کرده است. یک بچه بود 3 ماه و 15 یا 16 روز هم وقت هم قدره بود. هیچ معلومات ندارم نبارش، هیچ ندیدیم. او فعلا شناختی از مادر نداره. این طفلی که امرای مادر بزرگ شوه، بسیار او احساسات مادر مثلا او درک میکنه مادر یعنی چی، میفهمه مادر یعنی چی، او یک محبت خاص نسبت به مادر خود داره. اما او فعلا یعنی این سال مای سرطان 4 ساله شده، مای سرطان این سال 4 ساله شده، 4 سال چند ماه میشه تقریبا. دیگه او بوی از مادر نبرده. ما اگه او را اگه بگیرن، ما او چه قسم قد بدم که ما مادر تو هستم. این در حالی است در ولایت بامیان چند سال اخیر بیشتری از دختران از ازدواجشون راضی بوده و با انتخاب خود ازدواج میکنند. امام حسین دیگر متعلق به جغرافیای کربلا نیست، بلکه در جای جهان از امام حسین و خاندان پیامبر به عنوان الگوی حق طلبی و مقاومت در برابر ظلم و ستم تجلیل می شود. اما بامیان به عنوان یکی از ولایت‌های است که پیروان امام حسین مراسم‌های مختلف در ایام محرم و عاشورا را برگزار می کنند. حالا می رویم و می بینیم رسم و سنت‌ها در ایام عزاداری چیست و مردم چی برنامه های در ایام محرم و عاشورا را دارند. همین رسم و رواج و عنعنات مذهبی است. فعلا ما که فامیل عاشورا میگیریم از اول محرم تا 12 روز محرم فامیل خواندن داریم، نذر داریم، خیرات داریم. دیگه سینه زنی داریم، علم کشی داریم، روز 7 محرم، روز 10 محرم ما گوارت میبریم. مردم بامیان روز عاشورا را با برگزاری مراسم‌های مختلف، عزاداری و نوحه‌خوانی در مساجد و تکیه‌خانه‌های مختلف و در دسته‌های گوناگون برگزار می‌کنند که خیرات و نظرات نیز بخشی از آن می‌باشد. نحوه انجام دادن خیرات به گونه ای است که هر ساله حتی فامیل های نیازمند نیز مقدار هزینه ای را به عنوان نظری در نظر گرفته و یا معادل آن مواد خوراکی مانند گوشت و برنج را برای خیرات در روز عاشورا تهیه می کنند. این یک فرهنگ است در بین شیعه ها، البته که سال یک بار یک تجدید میثاق میکنه با مولا و با آقایش و همچنان یک بخش دیگه ای که مثلا در عاشورا البته ما ایر در نظر بگیریم تماما روی مثلا اخلاص و عبادت و همین موضوع را میپیچه.
در اینجا سقاخانه های فراوان دیده می شود که نشان از اعتقاد عزاداران امام حسین به روایت است که گفته می شود امام حسین و یارانش با لب تشنه به شهادت رسیدن و عزاداران با دادن آب و شیر به مردم یاد آن روزهای آتشناک را گرامی می دارند. قاتل تو فرزگینه در کمینه تا که یاسما بچینه بارون میباره از چشما جون نداره پام موندم همزمان با برگزاری مراسم روحانیون نیز به سخنرانی و روزخانی میپردازند که بعد از پایان روزه معمولا نوحه‌خوانی و سینه‌زنی میشود. غریبان یکی دیگر از برنامه هایی است که معمولاً بعد از غروب روز عاشورا توسط مردم برگزار می شود. چهارمین دوره کنفرانس گزارشی دولت و ملت از ولسوالی پنجاب ولایت بامیان هفته گذشته آغاز شد. مسئولان دولتی از مرکز بامیان به ولسوالی های بامیان رفته و فعالیت و کارکردهای یک ساله ایشان را برای باشنده های محل گزارش دادند. مقامات حکومتی هدف از راه اندازی کنفرانس گزارشی دولت و ملت را ایجاد اعتماد، شفافیت، پاسخگویی و مشارکت می دانند. بالا بردن میزان مشارکت مردم هست که به صورت گسترده مردم بتوانه به اطلاعات و به کارها و خدماتی که برشان شده دسترسی پیدا کنه و همچنان تأمین شفافیت بیشتر هست تا مردم یک ولسوالی به صورت واضح بدانه که امسال از طرف بودجه دولت و از طرف مؤسسات همکار چقدر کار در کجا و در کدام سکتورها برشان انجام شده است. در ولسوالی پنجاب ولایت بامیان در سال 1397 خورشیدی 455 میلیون افغانی به مصرف رسیده است که شامل برنامه های میثاق شهروندی، انکشاف زراعت و مالداری نیز می‌گردد. در سطح ولسوالی پنجاب خانم ها با
پیشه مالداری و زراعت در دوش به دوش مردای خود کار میکنن، در بخش حرفه های جدا از مالداری و زراعت هم کوشش زیاد میکنن تا بتونن از این طریق اقتصاد خود مرفوع بسازن. باشنده های ولسوالی پنجاب ولایت بامیان از راه اندازی حسابدهی دولت و ملت خوشبینند و آنان میگن که مشکلاتشان را به صورت مستقیم با مسئولان حکومتی در میان میگذارند. ولسوالی ورس یکی از درافتاده ترین و فقیرترین ولسوالی ولایت بامیان است. از 4 سال به این طرف مقامات حکومتی ساعت ها با موتر تای میکنه و میایه تا فعالیت ها و کارکردهای یک سالشان را برای مردم گزارش دهد و این سال هم مقامات حکومتی از بامیان آمدن و تمام کارکردهای یک سالشان را برای مردم گزارش دادن و همچنان مردم از کارمندهای دولت، از مؤسسات سوالایی که داشتن مطرح کردن و مسئولین دوباره پاسخ دادن. دومین روز کنفرانس گزارشدهی دولت و ملت در ولسوالی ورس بامیان با اشتراک بیش از 600 نفر از باشنده های محل دایر شد. ورس یکی از ولسوالی های دور افتاده، فقیر و پرنفوس ولایت بامیان است که بیش از 280 میلیون افغانی امسال به مصرف رسیده است. و اگر بخواهیم یک حکومت داری خوب و نمونه را ارائه بکنیم، الا و لابد باید توده ها و مردم در اون نقش داشته باشند. نقش مردم در همه جا ظاهر است. نقش مردم در همی کنفرانس بسیار هویدا است. این سوال های شما، سهمگیری شما در جهت با وجود آمدن یک حکومت خوب و نمونه نقش اساسی را دارد. سومین روز کنفرانس گزارشدهی دولت و ملت در ولسوالی یکاولنگ نمبر یک دایر شد. در سال 1397 در این ولسوالی 238 میلیون افغانی از سوی حکومت و مؤسسات ملی و بین المللی به مصرف رسیده است. اما امسال بیشترین مشکل روستانشینان در بامیان خشکسالی می باشد که ده ها خانواده به خاطر نبود آب و خشکسالی بجا شدند و قریه و قصباتشان را ترک کردند. متاسفانه مدیریت محترم قریه‌جات یکاولنگ چند قریه را کتابخانه را بنوشتیره که در هر قریه 4 خانه زمین یا 5 خانه زمین به اصطلاح عذاب کوه آب میخوره. چهارمین روز کنفرانس گزارشدهی دولت و ملت در ولسوالی یکاولنگ نمبر 2 نیز برگزار شد. این ولسوالی 2 سال پیش به عنوان واحد تازه تأسیس فعال شده بود، اما امسال در این ولسوالی 108 میلیون افغانی به مصرف رسیده است. مردم گرفتار فقره، 80% مردم زیر خط فقر قرار داره. دیگر مردم گرفتار فقر فرهنگیه، نگه مفاد و مصالح رو به شکل درست درک نمیتونه. نگه مردم ما دچار آسیب پذیری ها از سر حوادث طبیعیه. امسال در 4 ولسوالی بامیان بیش از 1 میلیارد افغانی از سوی دولت افغانستان و کشورهای ایالات متحده امریکا، سوئیس، هلند، سویدن، استرالیا، آلمان، کانادا تمویل و توسط واحدهای دومی و سومی و همچنان مؤسسات ملی و بین المللی به مصرف رسیده است. اما هنوز هم مشکل مهمی باشنده های این ولسوالی ها فقر، بیکاری، کمبود امکانات، کمبود بودجه، خرابی سرکا و خشکسالی می باشد. مشکلات ولسوالی ورس تعدد خانه ها، سبل بودن راه ها و خشکسالی و همچنین مواد مخدر. در ولسوالی پنجاب هم خب مشکلات خود داشته که اونا مدعی بودن که در بخش صحت، در بخش زراعت و در بخش‌های مختلف دیگه خب مشکلات وجود داره و توجه جدی نشده. گفتنی است که از 4 سال به این طرف کنفرانس گزارشدهی دولت به ملت در ولسوالی بامیان از سوی اداره محلی با همکاری مالی و تکنیکی بنیاد انکشافی آقاخان دایر می‌گردد و چهارمین دور کنفرانس در ولسوالی سیغان، کهمرد و شیبر ولایت بامیان در روزهای آینده نیز برگزار خواهد شد. اسحاق اکرمی، تلویزیون بامیان. قرار است در این ولایت یک تلویزیون آنلاین آغاز به فعالیت نماید. آیا این تلویزیون برای مردم مفید خواهد گردید؟ آیا ایجاد چنین تلویزیون بدون برق امکان دارد؟ برای پاسخ این سوالات می رویم نظریات مردم را می شنویم.
امیدواریم تا آخرین دقایق ما را همراهی نمایید. میتونه از خودی از این موبایلی که در دست داره از میتونه تلویزیون مستقیما آنلاین شاف فهمیده شبکه رو ببینه. ضرورت نیست که فهمیده که یک تلویزیون یک مصرف اضافه دیگه مثلا از برق، چون برق در بامیان نیست اکثر مردم نمیتونه که تلویزیون بخره، به خاطر از میتونه از اون تلفن دست داشته خود کس استفاده کنه. بامیان یک ساحه هستن، یک مردمی هستن که نسبتا دیگه ولایت مردم باسوادتر هستن. اینا از شبکات اجتماعی دسترسی دارن، استفاده میکنن از یوتیوب و فیسبوک و از این گپایی، یک چیز است که مسلما برای مردم فاید خود داره. از آنجایی که تلویزیون‌های خصوصی در افغانستان بیشتر مبنای حزبی، سیاسی، تجارتی و تبلیغاتی دارد، برنامه‌های با موضوع فرهنگ، تاریخ و هنر که از افتخارات شهرهای مثل بامیان به حساب می‌آید، به ندرت فرصت نمایش و نشر در این تلویزیون‌ها را پیدا می‌کند. این تلویزیون‌های مثلا تمام افغانستان که است، مثلا وابسته به یک حزب و سیاست و تمام کارهای مثلا حزبی انجام میده، مثلا زیادتر کوشش نمی‌کنه سر زیبایی های یک ولایت، سر زیبایی های یک کشور مثلا توجهی داشته باشد. تلویزیون آنلاین بامیان نخستین گام برای تامین و ارتقای ظرفیت های فرهنگی، آموزشی و همچنین جبران برنامه های فرهنگی و تاریخ برای بامیان است. مسئولین اکادمی فیلم بامیان که طی 2 سال دوره های آموزشی فیلم سازی را در بامیان برگزار می کند، بر این باورند که فیلم سازان جوان و مستعد در این دوره ها آماده تولید و ساخت برنامه های تلویزیونی است و داشتن تلویزیون یک ضرورت برای شهر بامیان است. تلویزیون بامیان به عنوان یک صدا برای فرهنگ و تاریخ و جغرافیای بامیان باستان نیاز امروز هست. یک نیاز تاریخی و فرهنگی است که ما این چانس و فرصت را داریم تا از طریق تلویزیون بامیان بتانیم ارزش‌های فرهنگی و بومی این جغرافیا و همچنین بخشی از تاریخ نقلی را که نیاز هست به صورت فیلم‌های مستند و داستانی تبدیل شود به دیگران عرضه کنیم. تفاوت تلویزیون آنلاین بامیان با دیگر تلویزیون‌های داخلی هرچه باشد، اما وجود چنین تلویزیون می‌تواند زمینه‌های شغلی و همچنین پرداخت به موضوعات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مربوط این شهر تاریخی را فراهم سازد. در ولایت بامیان هیچ تلویزیون خصوصی فعال نبود و ما خواستیم که برای اولین بار تلویزیون آنلاین فعال بکنیم، به دلیل از اینکه حال دنیا دنیای صفحات مجازی و دنیای آنلاین است و ما خواستیم که بامیان از طریق تلویزیون آنلاین به سر تا سر جهان به معرفی بگیریم. تلویزیون آنلاین اگر در بامیان فعال شود، از طریق تلویزیون آنلاین که بامیان فیلم را روی دست دارد، می توانیم بگوییم که میزان گسترشی، میزان پخش و نشر این رویدادهای فرهنگی به میزان بسیار وسیع از طریق تلویزیون آنلاین صورت خواهد گرفت و این فوق العاده در جهت شناختن بامیان و در جهت بازتاب چهره واقعی و بازتاب رویدادهای فرهنگی بامیان بسیار مؤثر است. از آنجایی که در بامیان کدام رسانه تصویری وجود ندارد و خبرها و گزارشات توسط رسانه های محلی یا رادیو پخش می گردد، این برای ضروریات مردم بسنده نیست. بیشتری از بشاندگان بامیان اخبار را از طریق اندرنت دستاشه خود از شبکات مجازی می بیند. بیشتری از مردم جوانان به این فکر است که اگر یک رسانه وجود داشته باشد که مردم بتواند اخبار بامیان را از طریق تلفن های هوشمند خود تعقیب نماید، خیلی برای مردم سهولت را به بار می آورد. در افغانستان رسانه‌های زیاد به نام رادیو تلویزیون که تعدادشان بیش از صدها شبکه خصوصی و دولتی میرسد در حال فعالیت هستند، اما تماشای شبکه‌های داخلی در شهر بامیان نیازمند هزینه‌های فراوان و از جمله داشتن برق دائمی است که مردم بامیان از آن محروم میباشد. نبود برق اما مانع برای دیدن برنامه ها فیلم ها نیست. وجود اینترنت پرسرعت این فرصت را برای شهروندان فراهم ساخته تا بعضی از برنامه های خبری، سریال ها و فیلم را به صورت آنلاین تماشا نمایند. ما منتظر انتقادات، پیشنهادات و نظرات شما جهت هرچی بهتر شدن برنامه های تلویزیون آنلاین بامیان هستیم. لطفاً برنامه های ما را در صفحات مجازی تان دنبال کنید. برنامه ما در همین جا پایان می رسد تا برنامه گرد بود.